یکی از قدرتمندترین پهپادهای حال حاضر دنیا پهپادهای سری X هستند، از جمله X45 و X47. تو این ویدیو به بررسی X47 میپردازیم، پس برای آشنایی کامل با این پهپاد قدرتمند تا آخر ویدیو همراه من باشید. X47A پگاسوس یک پهپاد شناسا گریز آزمایشی ساخت شرکت نورثروپ گرومن آمریکاست. X47A به عنوان بخشی از برنامه سامانهای بی‌سرنشین هوایی رزمی مشترک دارپا آغاز شد و الان بخشی از برنامه اثبات سامانه بی‌سرنشین هوایی رزمی نیروی دریایی آمریکا برای توسعه یک پهپاد ناونشینه. برخلاف بوئینگ X45، شرکت سازنده توسعه اولیه پگاسوس را تأمین مالی کرد. این پهپاد در ادامه به نورثروپ گرومن X47B ارتقا یافت. تست پرتاب X47B در ایستگاه هوایی نیروی دریایی در مریلند صورت گرفت. پهپاد پنهانکار آمریکایی X47B قابلیت برخاستن و فرود خودکار روی عرشه ناو هواپیما بر رو داره و در حقیقت هوشمندترین نمونه در کلاس خود به حساب میاد. این پهپاد به سیستم سوختگیری در هوا مجهزه و علاوه بر این میتونه چندین بار در هوا سوختگیری کنه و چند روزی در هوا بمونه. حالا که تا اینجا اومدین لایک و سابسکرایب کردن من یادتون نره و اگه نظر یا انتقادی دارین حتما برام کامنت کنین. هواپیمای تک موتوره X47B در مدل هایی با طول بال 19 و 11 متر تولید شده و قابلیت حمله تا 2 تن سلاح رو در محفظه داخلی بدنه خود داره. از جمله ویژگی های منحصر به فرد X47 میشه به بال های تاشونده و آیرودینامیک فوق‌العاده اون اشاره کرد. هواپیمای بدون سرنشین X47B که قابلیت برخاستن از عرشه ناو هواپیما بر رو داره، اولین پرواز خود رو در منطقه هوایی نظامی ادوارد در ایالت کالیفرنیا انجام داد. این پهپاد در طول پرواز آزمایشی 30 دقیقه خود تا ارتفاع 1524 متری اوج گرفت. برنامه X47B هرگز به شکل عملیاتی وارد خدمت نیروی دریایی نشده و هدف کلی اون آزمایش و تکمیل فناوری‌های لازم برای یک پهپاد ناونشین بوده. این هواپیمای بدون سرنشین کپی کوچکی از بمب افکن بیدو رو به خاطر میاره و برای عملیات تاکتیکی تهاجمی از روی عرشه ناوهای هواپیما بر مورد استفاده قرار میگیره. موتوری که این پهپاد از اون استفاده میکنه موتور توربوفن پرت و ویتنی F100 با حالت پس‌سوزه که توسط شرکت پرت و ویتنی ساخته شده و در هواپیماهای F15 ایگل و F16 فایتینگ فالکون از اون استفاده میشه. از ویژگی های عمومی این پهپاد میشه به این موارد اشاره کرد: طول اون 11.63 متره با بالی حدود 9 تا 18 متر، ارتفاعش 3.10 متره، حداکثر وزن برخواستش 20215 کیلوگرمه، حداکثر سرعتش 9 دهم ماخه، سقف پروازش 12190 متر با محدوده عملیاتی بیش از 3899 کیلومتر و برای ماموریت‌های جاسوسی نظامی ساخته شده. این هواپیما میتونه دو بمب افکن هدایت ماهواره GBU-31 ملقب به GDAM رو حمل کنه. از توانایی این بمب میشه به این موارد اشاره کرد: توانایی بمب، اهداف ثابت و وسایل نقلیه در حال حرکت که پیمانکار اون شرکت بوئینگ و از سال 1997 تا الان در خدمت. طول اون 3 تا 3.9 متر با حداکثر ارتفاع قابل پرتاب 13700 متر. وزن اون 950 کیلوه. بردش 28 کیلومتر. طول بالهاش 50 سانتی متر. فاصله دو سر بالکه هاشم 483 تا 635 میلیمتر. سیستم هدایت اون بر اساس اینرسیایی یا مکانیاب جهانی GPS INS و دقتش حدود 7 متر. از رقبای X47 در آینده نزدیک میشه به پهپادهای همرده‌ای مثل میکویان اسکات روسی
تارانیس پادشاهی انگلستان، یورون اروپایی و لیجیان چینی اشاره کرد. از شما ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک و سابسکرایب کردن من یادتون نره و اگه به پهپادها علاقه دارید میتونید ویدیوی 10 پهپاد برتر جهان رو با کلیک روی این ویدیو ببینید. تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.